شاخص کل بورس ایران تا چه زمانی رشد میکنه با این تحلیل جامع از شاخص کل در خدمتتون هستیم سلام اینجا کانال آموزشی پی تی اسه و ما در کانال آموزشی و نکسری آموزش ها راجع به بازارهای مالی منجمل ارزهای دیجیتال بورس ایران و فارکس قرار میدیم اگر علاقه مند بازارهای مالی هستید و تا حالا در کانال اون عضو نشدید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و این زنگوله کنار رو هم روشن کنید و در ادامه ویدیو با من همراه باشید خب همونطور که میدونید من تو این ویدیو میخوام اول یک شاخص کل رو بیام تحلیل کنم بعد شاخص هم وزن رو تحلیل میکنیم و در نهایت نمودار شاخص کل به دلار رو هم این نسبت شاخص کل به دلار رو هم یک تحلیلی انجام میدیم روش و انشالله بحث ویدیو رو میبندیم. اگه تحلیل قبلی از شاخص کل رو دیده باشید ما تحلیل قبلی رو حدودا 4 5 ماه پیش تو کانال یوتیوبمون منتشر کردیم و گفتیم که شاخص کل در یک الگوی دابل زیگزاگ WXY داره به سمت پایین حرکت میکنه این حوالی بود که ما گفتیم بعد یک موج بی کوچیک به سمت بالا داشته باشیم و در نهایت یک پایینی داشته باشیم بعد کف شاخص معلوم بشه و این دابل زیگزاگ ما به پایان برسه و حرکت سودی بعدی که یک حرکت سودی پرقدرت هست رو ما مشاهده بکنیم این نکته ای بود که ما تو تحلیل قبلی به اشاره کردیم و الان هم به این نکته خیلی توجه داریم چرا چون که این حرکتی هم که میبینید از نظر سعودی یک مقداری با حرکت های قبلی جنسش متفاوته که نشون دهنده تموم شدن یک اصلاح کمپلکسه خب اینجا یه سوال مطرح میشه آیا اصلاح شاخص کل تموم شده آیا شاخص کل وارد یک روند سعودی بلند مدتی شده هنوز معلوم نیست و هنوز ما میگیم نه و احتمال داره این الگویی که تا الان تشکیل شده یک لگ از یک الگوی بالاتر باشه پس نمیتونیم بگیم الان اصلاح شاخص کل به طور کامل تموم شده احتمالش کم تموم شده باشه و با احتمال بیشتر هنوز اصلاح شاخص کل در قالب یک موج چهار بزرگ ادامه داره اما سوال دومی که حتما میپرسید خب این لگی که داره به سمت بالا حرکت میکنه و از محدوده تقریبا یک میلیون و صد شروع شده و داره به سمت بالا حرکت میکنه اگه ما در نظر بگیم یه یک لگی اصلاحی سعودی از یک روند نزولیه تا کجا این لگ اصلاحی میتونه رشد بکنه و انگار رشد شاخص کل ما تا چه عددی خواهد بود خب این سوالیه که من میخوام همین الان بهتون جوابش رو بدم همونطور که میبینید از نظر من این الگو یک الگوی دابل زیگزاگی بوده که تموم کرده تموم شده ما بعد از یک دابل زیگزاگی حرکت سودی داریم حرکت سودی که میتونه قدرت نسبتا خوبی رو به نمایش بذاره یا از یک جانب دیگه این الگوی اصلاحی رو میشه یک الگوی دیامتریکی در نظر گرفت من که من توی تصویر نیوردم که میتونیم با توجه به این کندل های پرقدرتی که زده و این خط روندی رو که شکسته میتونیم بگیم که این الگوی دیامتریک هم تموم شده اصلاحش و این حرکتی که داره سود انجام میشه این حرکت نسبتا میتونه پرقدرتی باشه پرقدرت نه به معنای شارپ بودنی که شما برید باز ذهنتون بره توی ابتدای سال 99 نه به اون صورت اما پرقدرت از نظر اینکه با منفی مثبت های مختلف در روز بتونه یک حرکت نسبتا طولانی تری رو نسبت به این سودای کوچیکی که اینجاها بوده رو بتونه طی بکنه خب بریم به جواب سوالمون برسیم این سود شاخص کل تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه ما در شاخص کل دو مقاومت مهم بر سر راه شاخص کل داریم مقاومت مهم اولمون میشه محدوده یک و دویست و تقریبا هفته و پنج تا یک و سی و ده این محدوده محدوده مقامتی خیلی مهمه و محدوده مقامتی بعدی مهم ما 1.480 تا 1.500 و تقریبا سی چله. این دو محدوده مقاومتی دو تا محدوده خیلی مهم هستن که ما وقتی که داره شاخص کل به این محدوده ها نزدیک میشه یه مقدار گوشامون تیز میشه ببینیم آیا میتونه از این محدوده ها عبور بکنه یا نه فعلا شاخص کل در حال نزدیک شدن به این محدوده ای اوله و همونطور که میبینید همچنان که داره نزدیک میشه یک مقدار کندل ها ضعیفتر شدن وقتی داره به این محدوده ای مقامتی نزدیک میشه برای محدوده اول دو حالت میتونه پیش بیاد حالت اول این که بیاد مستقیم بتونه ردش بکنه که اگه بتونه اینو به صورت مستقیم و محکم رد بکنه خب یک نشون قدرت خریدار بسیار بالاست و که میتونه حالا یه تثبیت انجام بده یه پول بزنه و ما میتونیم هدف دوم یعنی محدوده 1.480 تا 1.530 رو به عنوان هدف بعدی شاخص کل در نظر بگیریم حالت بعدی اینه که نتونه بیاد این محدوده رو به صورت محکم رد بکنه که اگه نتونه رد بکنه ما دوباره میتونیم شاخص کل رو در محدوده یک و دوباره در نظر بگیریم ببینیم اونجا حمایت میشه یا نه اگه در اون محدوده حمایت شد دوباره میتونه حمله کنه به سمت مقامت اول و اگه حمایت نشد متاسفانه یک نزولی رو به سمت پایین خواهد داشت اما این سناریوی سومی که گفتم یک سناریوی خیلی بدبینانه ای برای شاخص کل هست حالا اینجا یک سوالی مطرح میشه وقتی که شاخص کل داره به این محدوده های مقاومتی نزدیک میشه ما از کجا بفهمیم نمیتونیم محدوده ها رو بشکنه خب این یک نکته خیلی مهم می داره. برای اینکه شما تشخیص بدید وقتی که شاخص کل داره به یک محدوده مقاومتی نزدیک میشه اگه نتونه بشکنه شما از کجا بفهمید زمانی که شاخص کل داره به یک محدوده مقاومتی نزدیک میشه اگه حجم معاملات مثلا الان تقریبا حجم معاملات 6 هزار میلیارد اگه این حجم معاملات بره نزدیک 10000 هزار میلیارد دو روز نزدیک 10000 میلیارد باشه و نسبت خریدار به فروشنده ها در سهم های شاخص ساز و سهم های بزرگ نسبت های بدی باشه یعنی قدرت فروشنده درشون بالا باشه و حجم معاملات هم بالا باشه نشون دهنده اینه که بازیگرا و بزرگای بازار دیگه دارن سهماشون رو خالی میکنن و احتمالا ما یک ریزشی رو در بازار شاهد خواهیم بود اینم یک نکته ای که امیدوارم بهش توجه بکنید اما بریم سراغ تحلیل شاخص کل هم وزن خب همونطور که میدید به اینجا شاخص کل هموز رو داریم که برای شاخص کل هموز هم دو تا محدوده مقامتی بسیار مهم در نظر گرفتیم محدوده اول از 400 تقریبا 15 هزار تا 425 هزاره این محدوده مقامتی اول مهمه و محدوده مقامتی دوم هم میشه 460, 465 تا تقریبا 475 میتونیم محدوده مقامتی دوم رو در نظر بگیریم شاخص کل هم وزن در این محدوده که الان هست یک مقاومت ریزی داره یک مقاومت مینوری داره که اگه بتونه اون رد کنه تثبیت کنه ما در شاخص کل هم وزن هم یک حرکت سودی میتونیم ببینیم تا محدوده های حدودا 415 هزار که میتونه سهم های کوچیک رو باعث بشه یک حرکتی داشته باشن و یک سعودی هم سهم های کوچیک بتونن انجام بدن خب من یک نکته هم میخوام بهتون بگم و اونم اینه که شاخص کل حدودا از کف تا الانی که به سمت بالا اومده یه چیز نزدیک 15 درصد رشد کرده اما اگه شما به پورتفوتون نگاه کنید پورتفوی افراد مختلف سودهای متفاوتی دادن بعضی سهم ها تا الان میتونم بگم حتی 50 درصد و بیشتر هم سود دادن اما بعضی سهم ها هستن که هنوز هم صفحه فروششون جمع نشده و هنوز هم هیچ حرکتی درشون انجام نشده اینکه تو پورتفوتون چه سهمی دارید و روی چه سهمهایی سرمایه گذاری کردید و طی این حرکت شاخص کل چه سودی رو تونستید به دست بیارید بیشتر مهارت خودتون در تحلیلگری و مهارت خودتون در معامله گری بستگی داره پس میتونیم نتیجه بگیریم که خیلی هم نیازی نیست ما به شاخص کلی هم وز توجه نیاز هست توجه بکنیم ولی آنچه که مهمتره توجه به سهمیه که مد نظرتون هست و اما این هم نسبت شاخص کل به دلار هست که نسبت جالبی دیدنش یک نکته نکته های مهمی رو به ما نشون میده شاخص کل به دلار چندین ماهه که در یک محدوده مستطیلی گیر افتاده و در سقف و کف این محدوده مستطیلی همچنان در نوسانه توی یک کف یک حمایتی تونست انجامش بشه همونطور که توی این کف حمایت‌های متعددی ازش انجام شده مثلا اینجا یکی دو بار یه دو سه بار چهار بار و اینجا هم در نهایت پنجمین باره که داره تو این کف حمایت میشه و این نشون دهنده اینه که این محدوده احتمالا محدوده خیلی مهمیه و این نسبت دوست نداره این محدوده رو از دست بده اما این نسبت آنچه که برای ما قابل توجهه مقاومت روی بالا مونه مقاومتی که ما در پیش رو داریم در نسبت شاخص کل دول به دلار مقاومت حدوداً 5 و 35 هست به طور میانگین یک مقامتیه که ما اینجا اگه این نسبت شاخص کل به دلار به این محدوده برسه ما باید بیایم دوباره تحلیل های شاخص کلمون رو نگاه بکنیم تحلیل های دلارمون رو نگاه بکنیم تا ببینیم که واکنش ها چه خواهد بود و چه تغییر خواهد کرد همونطور که میبینید الان داره دلاری حرکت انجام میده یک سودایی رو انجام داده و همونطور که میبینید دلار به سمت بالا حرکت کرده از 22 تقریبا 23900 تومان تا محدوده امروزی که دارم باهاتون صحبت میکنم 25100 بالا اومده اگه ما به طور میانگین در نظر بگیریم در روزهای آتی بتونه دلار خودش رو به 25500 برسونه و نسبت شاخص کل به دلار رو یک چیزی حدودا 55 در نظر بگیریم عدد شاخص کل در میاد یه چیزی هولوحش 1 میلیون هزار که میتونه عدد نسبتا معقولی باشه و حدود 110 هزار واحد از آنچه که هستیم بالاتر باشه البته این نسبت شاخص کل به دلار هم یک نوع تحلیلی که ما میتونیم در کنار تحلیل دیگمون داشته باشیم تا بتونیم یک تأییدی به تحلیل های قبلیمون هم بذاریم خب اما من یک نکته بسیار بسیار مهم هم بهتون بگم هم همین روزا میبینید که بازار نوسانگیری در بورس ایران هم همچنان داغه و سهم نوسانی سهم زیادی هستند ما یک دوره‌ای به نام نوسانگیری حرفه‌ای شد به صورت رایگان در کانال یوتیوبمون آپلود کردیم این دوره قرار بود فروش برسه اما چون بازار ریخته بود و افراد زیادی ضرر کرده بودن ما اینو به صورت رایگان تو کانال یوتیوب قرار دادیم من لینک پلی لیست این ویدیو رو در بالای همین ویدیو قرار میدم و لینک تمام ویدیوهای نوسانگیر حرفه‌ای شو هم زیر همین تحلیل قرار میدم در قسمت دیسکریپشن توصیه میکنم حتما برید اون 13 14 جلسه ای که هست رو کامل مشاهده بکنید خیلی هم وقتتون نمیگیره به طور میانگین هر ویدیو 8 تا 10 دقیقه است بشینید نگاه بکنید در نکته رو بنویسید که نکته های خیلی مهمی رو بهتون گفتم علاوه خصوص که چند تا فیلتر مهم من جمله فیلتر حجم و فیلترهایی مثل دوجی و چکش دادم که این فیلترها میتونه خیلی در نوسانگیری بهتون کمک بکنه اگه یه نکته از این ویدیو یاد گرفتید لطفا دکمه ای لایک رو بزنید و اگه تا حالا در کانالمون عضو نشدید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنار رو هم روشن بکنید تا ویدیوهای بعدی و تا تحلیل های بعدی خدا نگهدار